حقیقت وارد کننده با صادر کننده تفاهم میکنه و در با ثبت این تفاهم در سامانه جامعه کوتاه آمدن دولت از سیاست‌های سفت و سخت کنترل نرخ ارز، بازار ثانویه آغاز به کار کرد، بلکه قیمت‌ها دوباره واقعی شوند. روزهای سخت زادگاه رستم، خشکی 20 ساله دریاچه هامون نفس سیستانی‌ها را به شماره انداخته. و زن ایرانی با سفر بر موتورسیکلتش به دور دنیا به آرزویش رسید. سلام، خوش آمدید به برنامه خبرنگاران این هفته. حدود 3 ماه پیش وقتی ایران دلار را تکنرخی کرد، بسیاری انتقاد کردند که این راه چاره نخواهد بود. ظاهراً خود دلار هم موافق بود، چرا که قیمتش حتی تا مرز 9000 تومان بالا رفت. حالا یک بازار جدید ارز راه اندازی شده، بازاری که هدفش جلوگیری از افزایش بیشتر قیمت ارز و برگرداندن ثبات به ریال توصیف شده که کاهش شدید ارزشش باعث جهش قیمت‌ها شده. قرار است در بازار ثانویه صادرکننده ها و واردکننده ها با نرخی که بین خود توافق می کنند ارز خرید و فروش کنند. جزئیات بیشتر در گزارش امیر پایور. 2 ماه پیش با سلام و صلوات رونمایی شد. قرار بود نظام یک پارچه معاملات ارزی یا نیما تنها بستر خرید و فروش ارز باشد، آن هم با نرخ دلار 4200 تومان. اما حالا بازار دومی در کنار نیما باز شده، آن هم بر اساس هر قیمتی که خریدار و فروشنده توافق کنند. در پیگیری اقداماتی که در رابطه با ساماندهی بازار ارز انجام شد، خوشبختانه امروز اولین روزی است که بازار ثانویه کار خودش رو شروع کرده. همونطوری که استدلال دارید، از محل 20% صادرات کالای غیر نفتی، 20% عمدتاً بخش خصوصی رو شامل میشه و اقلام خرد رو، ولی از کل این ارز حاصل از این نوع صادرات مبنای شده برای فعال شدن بازار ثانویه. مدلش هم اینه که دقیقاً وارد کننده با صادر کننده تفاهم میکنه و در با ثبت این تفاهم در سامانه جامعه تجارت این کار میتونه عملیاتی بشه. 3 ماه پیش دولت دلار را تک نرخی و نرخ آن را 4200 تومان اعلام کرد. نرخ ارز کشور 4200 تومان خواهد بود. هیچ نرخ دیگری، هیچ ارزی با قیمت‌های دیگری به رسمیت نمی‌شناسیم. برای ما هر قیمت ارز دیگری در بازار از فردا به عنوان قاچاق تلقی خواهد شد. دولت گفته بود به تمام نیازهای قانونی کشور با همین نرخ پاسخ خواهد داد. این وقتی بود که نرخ بازار حدود 6000 تومان بود. امروز که بازار ثانویه راه اندازی شده، هر دلار در بازار آزاد حدود 8000 تومان فروخته می شود. نه دولت توانست تقاضا را برآورده کند و نه قیمت بازار در آن رقم ها باقی ماند. در هفته های اخیر و با اعلام احتمال تحریم سویفت و بلا تکلیفی ایران در FATF، قیمت دلار در بازار به ارقام عجیبی رسید. نتیجه شد این اعتراض های کم سابقه در بازار تهران. بعد هم معلوم شد همانطور که خیلی ها پیش بینی کرده بودند، دلار 4200 تومانی منشأ رانت و فساد در بخش های مختلف شده. انتشار فهرست دریافت کنندگان این ارز رانتی نشان داد مثلا بعضی وارد کنندگان گوشی موبایل دلار ارزان گرفتند و به قیمت بازار آزاد فروختند. سازمان تعزیرات میگوید در 1 مورد 5 میلیارد تومان تخلف شده. بعضی هم ارز گرفتند برای 1 چیز و چیز دیگری وارد کردند. یک وارد کننده خودرو، چای و دستگاه چای ساز وارد کرده و یک باشگاه فوتبال تایر خودرو. حالا دولت از آن سیاست‌های سفت و سخت عقب نشسته و وجود یک بازار نسبتاً آزاد و بر مبنای توافق خریدار و فروشنده را به رسمیت شناخته. البته هنوز فعالیت صرافی‌ها محدود به حوالجات است و هر کار دیگری غیر از این غیرقانونی. شایعه شده بود به زودی ارز مسافرتی هم قطع می شود، ولی رئیس کل بانک مرکزی گفت فعلا برنامه‌ای برای این کار ندارد. بانک مرکزی که زمانی دلالان بازار را به کمک نیروی پلیس دستگیر می کرد، حالا دستهایش را در برابر واقعیت بازار بالا می برد. امیر پایور، BBC.
در حالی که نگاه ها در ایران به بحران آب در خوزستان است، منطقه سیستان در شرق کشور وضع به مراتب بدتری دارد. 20 سال خشکسالی باعث مهاجرت بیشتر ساکنان روستاهای مرزی شده و بادهای 120 روزه سیستان خاک را از بستر خشک دریاچه هامون به هوای شهرها و روستاها می برد. آلودگی ریزگردها به قدری زیاد بوده که هفته گذشته طی 3 روز 49 نفر بستری شدند. شهریار سیامی نگاه کرده به خشکسالی سیستان. باد 120 روزه سیستان که خاک را از کف دریاچه خشک هامون بر می دارد. خاکی که حالا اینجاست، در هوای شهرها و روستاها و در ریه های ساکنانش. 20 سال است که هر سال مردم سیستان باید دست به دعا شوند که هامون پراب شود، وگرنه روزگارشان تیره و تار خواهد بود. هامون برای اولین بار در سال 1378 خشک شد. اگرچه بهار بعضی از سالها آب دارد، ولی هرگز این هامونی که بزرگترین دریاچه آب شیرین فلات ایران بود نشد که نشد. بیابی سالهاست گرفتاری مردم سیستان است. گرد و غبار همراه آن باعث شده روستاهای انبار پیشین قلعه ایران به این روز بیفتند. مردم در سکوت و بی‌توجهی هموطنانشان خانه هایشان را ترک کردند و به سرزمین های دیگری رفتند. روستاهای مرزی یکی پس از دیگری خالی شدند. میگه شما مرزداران غیور سیستان هستید، مرزداران غیور. غیورم که باید یک شامی داشته باشه. غیوری که یک شام نداشته باشه چجوری بهش غیور میگن؟ کسی که داره از گشنگی خجالت زن و بچه میکشه بهش میگن غیور. یک آدم بدبختی دور افتاده است که کسی بهش هیچ نگاهی نداره. حالا معلوم نیست این مرزنشین غیور کجای ایران است، اما ماجرا از کجا شروع شد؟ ورود نیروهای ناتو به جنوب افغانستان و تصمیم آنها برای توسعه سد کجکی. بندی که افغان‌ها سال‌ها پیش روی رود هیرمند ساخته بودند و برای برطرف کردن نگرانی همسایه در سال 1352 با دولت وقت ایران قرارداد تامین حق آبه هیرمند را امضا کردند. اما آمریکایی‌ها کاری به قراردادهای گذشته نداشتند و می‌خواستند تأسیسات سد را توسعه بدهند و تاج آن را بالا ببرند. می‌خوایم توربین سوم را هم اضافه کنیم. سال‌هاست کارش ادامه داره. قسمتی از اون رو از سال 2008 آوردیم. با اضافه کردن این توربین 50% به تولید برق کجکی اضافه میشه. ارتش بریتانیا در طول این سال‌ها به سختی امنیت این سد در ولایت هلمند افغانستان را تامین کرد و حدود 7 سال پیش در عملیاتی دشوار 2 توربین آبی را به محل سد انتقال داد. هرچند حالا فقط یکی از آنها کار می‌کند، ولی 3 مگاوات تولید برق مراکز ولایت‌های قندهار و هلمند به 10 مگاوات افزایش یافت. آبرسانی به مزارع بالادست سد هم کمی بهتر شد. هرچند بخش زیادی از آب دریاچه سد کجکی برای مزارع غیرقانونی خشخاش و تولید تریاک استفاده می شود. اما پایین دست سد ایران بود. هر سال وضع بدتری پیدا کرد. اصلا دیگه الان آب نیست، هیچی نیست، آب خوردن نداره، آب خوردن با تانکر برامون میارن. تانکر هم بعدی 15 روز 16 روز یک روز میارن. بدبخت شده مردم زابل، بدبختترین مردم هست. ما میگم دیگه نفسای آخرمونه دیگه. افغانستان میخواهد همچنان پروژه های سدسازیش را ادامه بدهد. توقع ما از همسایگان ما این است که از ایجاد بندها و شبکه های استفاده از منابع آبی نگران نباشند. 5000 ماهیگیر شغلشان را از دست دادن. هزاران کشاورز دامدار با کمک دولتی روزگار میگذارانند. همه روستای دیده راست. از هم خود صد تا همینجا خونه بیدم. الان هیچی نیست. همه رفته شهرستان، رفته برکو. مردم از گشنه رفته برو خرفته بود. ایران از گرفتن حق آبش روی زمین و از همسایه ناتوان است. در همین حال اما بعضی مسئولانش در آسمان دنبال ابدورس‌های آمریکایی و اسرائیلی می‌گردند. شهریار سیامی، BBC.
30 سال پیش یکی از تراژدی‌های بزرگ هوانوردی رخ داد. ناو آمریکایی وینسنس با شلیک موشکی به هواپیمای ایرباس مسافربری ایرانی جان 290 سرنشین غیر نظامی این هواپیما از جمله 66 کودک را گرفت. دولت آمریکا این حادثه را خطا توصیف کرد اما هیچگاه عذرخواهی نکرد. در گزارشی که پخش می‌کنیم صحنه‌هایی را از عرشه ناو وینسنس در لحظه شلیک موشک خواهید دید. این صحنه‌ها را رودی پاهویو فیلم برداری کرده که در آن زمان به عنوان تصویر بردار در نیروی دریایی آمریکا خدمت می‌کرد. روایت او را از چگونگی شلیک به هواپیمای مسافربری ایرانی ببینید و بشنوید. من تصویر بردار جنگی بودم و تمام مدت فیلم می گرفتم. تو راه برگشت به بحرین با قایق‌های تندرو ایرانی درگیر شدیم. موقع درگیری فکر می کردیم که ایرانی‌ها این دفعه با تمام قوا به ما حمله می کنند. یعنی با نیروی هواییشون. 5 دقیقه بعد گفتن که یه هدف در راهه که از فرودگاه بندرعباس بلند شده. اونجا هم تا جایی که میدونم فرودگاه نظامی و غیر نظامیشون یکی بود. فکر میکردن هواپیمایی که از این فرودگاه بلند شده F-14ه، در حالی که ایرباس پرواز 655 بود. Flight 655, it was an airliner, an Airbus. But here the crew is. نفرات آماده حمله شدند. از یکی از ناوبان‌ها پرسیدم چه خبره؟ گفت به زودی یه حمله موشکی می‌بینیم. What are we doing? He goes, you're going to see some missile action. رفتم پیش دیدبان که موشک رو تا لحظه‌ای که به هدف خورد دنبال کرد و دید. یه رو 20 دقیقه بعد متوجه شدن که یه هواپیمای مسافربری از صفحه رادار محو شد. An Iranian Airbus is presumed crashed. Please look for survivors or aircraft wreckage. And so that's when it was like what? گفتم چی شده؟ هواپیمای مسافربری؟ مگه اونی که زدیم F-14 نبود؟ همه به فکر فرو رفتن، باورشون نمیشد. ما که نرفته بودیم اونجا هواپیمای مسافربری بزنیم. من خیلی برای خانواده‌هایی که عزیزاشون رو از دست دادن خسته خوردم. گاهی آدم بیزار میشه از اینکه حادثه ای رو به چشم دیده. این هم یکی از اون موارده. ولی چی کار کنم که من اونجا بودم؟ مارا لیازرلو یک دختر ایرانی است که با موتورسیکلت در حال سفر به دور دنیا است. او تا حالا از بیش از 50 کشور گذشته. مارال که قصد دارد جاده‌های ایران را هم پشت سر بگذارد، در لندن هم توقف کوتاهی داشت و با همکارم آصفه برات گفتگو کرد. می‌خواستم دنیا را ببینم و می‌خواستم واقعاً ببینم معنی واقعی زندگی چیه. توی یه دونه کیف کوچیک زندگی کنم، هرچی گیرم میاد بخورم، توی یه متر در دو متری بخوابم. معنی واقعی این که واقعا آدم برای خوشحال بودن چیز زیادی احتیاج نداره رو تو کتابا خوندیم، ولی اینکه خودمون زندگی کنیم خیلی متفاوته. این سفر از هندوستان شروع شد، از شهری به نام پونا، و از اونجا روندم تمام کشورها تا استرالیا که میشه هندوستان، بوتان، میانمار، تایلند، لاوس، کمبودیا، دوباره برگشتم تایلند، مالزی، اندونزی، استرالیا. این دوتا قاره بود که میشد آسیا و استرالیا. از اونجا با پرواز موتورمو بردم طرف امریکا و از امریکا روندم تا امریکای جنوبی و شهری به نام اوشوایا که آخر دنیاست. بعد رفتم آنتارکتیکا، قطب جنوب، برای قاره پنجم. و از اونجا که تموم شد که چشتون روز بعد نبیده چه آنتارکتیکایی بود. حس فوق‌العاده خوبی رو موتور بودن، یه حس آزادی بهت میده، یه حس اینکه جاها رو میبینی با طبیعت، با همه چی، خیلی حس فوق‌العاده‌ای. و من فکر میکنم واقعا بی‌انصافیه اگه خانومای ما نتونن موتور سواری کنن. و جالب قضیه اینه که
اگر شما یه خانم خارجی باشی میتونی با موتورت وارد شی، تو ایران موتور سواری کنی و خارج شی. و اگر خانمای دیگه میتونن تو ایران موتور سواری میکنن، چرا یه خانم ایرانی نباید موتور سواری کنه؟ یازده سال کار کردم و اوایلش که شروع کردم مثل همه کار عادی بود و بعدش حقوق بسیار خوبی میگرفتم و این حقوق شروع کردم جمع کردم برای سفرم. خانوادم هر جایی که احتیاج داشته باشم هستن که برام بفرستن. موقع که سفرم تموم شه میتونم سرانگشتی حساب کتابی بکنم. الان یه جورایی دردم میاد اگر حساب کنم چقدر پول خرج کردم. ولی خب میارزید واقعا. هر خانم ایرانی یا هر خانمی تو دنیا به این موضوع فکر میکنه که نمیتونه کاری رو انجام بده، باید یه لحظه چششو ببنده بگه اگر میخواد میتونه، واقعا هم میتونه. موزه ملی ایران حدود 200 اثر باستانی را برای یک نمایشگاه به هلند فرستاده. جام زرین هخامنشی، تندیس یک بزرگزاده اشکانی با حدود 2 متر قد و اشیای منحصر به فردی که در گور یک شاهزاده ایلامی کشف شده از جمله این آثار هستند. پژمان اکبرزاده که از نمایشگاه دیدار کرده گزارشی تهیه کرده که می‌بینیم. برای نخستین بار پس از انقلاب اسلامی، موزه ملی ایران مجموعه از آثار خود را به هلند ارسال کرده است. برای نمایشگاهی با عنوان ایران مهد تمدن که در موزه درنته در شهر آسن سازماندهی شده. همزمان با آغاز به کار نمایشگاه، هیئتی نیز از موزه ملی ایران به هلند سفر کرده است. این نمایشگاه 196 قلم از بهترین آثار موزه ملی ایران از 68 معبد باستانی انتخاب شده و به نمایش در آثار حاصل کاوش‌های علمی باستانشناسی هستند و بیشترین آثار برای اولین بار از ایران خارج شده. مجموعه ارسالی از تهران به طور عمومی تمدن ایلام، هخامنشی، اشکانی و ساسانی و چندین مقطع از دوران پس از اسلام را در بر می‌گیرد و می‌کوشد با نمایش آثاری چون مجسمه، سرامیک، لوح‌های گلی، سکه و زیورالات یک تصویر عمومی از تمدن و هنر ایران در دوره‌های گوناگون به بیننده ارائه دهد. موزه درنته با بهره‌گیری از فرش‌های ایرانی نیز تلاش کرده فضایی پدید آورد که مردم در زمان تماشای اشیا حس کنند در یکی از بازارهای قدیمی و سنتی ایران قدم می‌زنند. ما یک سری نمایشگاه بین المللی در زمینه باستانشناسی برگزار کردیم. با توجه به شکوه فرهنگ و هنر ایران، همیشه این علاقه برایم وجود داشت که نمایشگاهی درباره ایران هم در هلند داشته باشیم. در موزه ملی هلند و دیگر مجموعه ها در اروپا آثار هنری ایران وجود دارند، ولی ما در این نمایشگاه روی کلکسیون موزه ملی در تهران متمرکز هستیم. این تفاوت اصلی این نمایشگاه با نمایشگاه های معمول است. مردم در هلند به شکل عمومی با هنر ایران آشنا هستند، ولی نه با مجموعه ای که ما اکنون در موزه به نمایش گذاشته ایم. برخلاف بیشتر نمایشگاه‌های مشابه که به شکل سلسله‌وار در شهرهای گوناگون در اروپا سازماندهی می‌شوند، موزه ملی ایران و موزه درنته تصمیم گرفتند که این نمایشگاه تنها در همین یک موزه ارائه شود و آثار پس از نمایشگاه به تهران بازگردانده شوند. پژمان اکبرزاده، آسن، هلند. هفته گذشته در ایران حدود 1 میلیون نفر در آزمون سراسری ورود به دانشگاه‌ها شرکت کردند، ولی ایران تنها کشوری نیست که کنکور در آن تنش و اضطراب و دلهره به وجود می‌آورد. کره جنوبی هم هر سال شاهد تقلای دانش آموزها و پدر و مادرهایی است که برای ورود به دانشگاه‌های برتر کره جنوبی خودشان را به آب و آتش می‌زنند. آزمونی که حتی روی ترافیک هوایی این کشور هم اثر می‌گذارد. جزئیات بیشتر در گزارش حسین شریف از سئول. دومین پنجشنبه نوامبر هر سال، خیابون‌های سئول، این شهر شلوغ، ناگهان از حرکت می‌ایستند. با
بانک‌ها و اداره‌ها موقتاً تعطیل میشن و پدر و مادرها به معابد خالی هجوم میبرن. هر از چندگاهی صدای آژیر ماشین پلیس سکوت خیابون‌ها رو میشکنه. ایتان 경찰차들이 대기하고 있어요. 이제 수험생들이 시험 시간에 늦을까 봐 이제 태워다 주려고 경찰차들이 기다리고 있고 그리고 영어 듣기 시간에는 비행기가 이륙하거나 착륙할 수 없다고 들었어요. 인 داستان سونن. 아즈문 سراسری ورود به دانشگاه در کره جنوبی و معادل کنکور در ایران. 학교에서 공부를 8시간을 하고 그다음에 저 개인적으로 공부를 한 6시간 정도 해서 14시간 정도 공부를 하고 저는 잠이 조금 많은 편이라 6시간씩 자는데 만약에 9시부터 공부를 한다고 하면 주말에는 거의 중간중간에 쉬는 시간 빼고는 쭉 독서실에 가 있는 것 같아요. 독서실은 일단은 다 어두운 상태고요. 딱 한마디가 돼 있고 그다음에 그냥 거기 들어가서 전등을 켜고 공부를 하는 건데 엄청 조용하고 큰 소리도 조금씩 조금씩 내야 되고 독서실에서 그래도 하루 종일 있는 애들도 되게 많았던 것 같아요. 그냥 학교 아니면 독서실, 학교 아니면 독서실. 독서실에서 놀 수 있었어요. 딱히 네. این تابلوهای رنگارنگ پشت سر من می‌بینین متعلقن به هاگوان‌ها یا آکادمی‌های خصوصی که بچه‌ها رو برای کنکور کره‌ای آماده می‌کنن. دانش آموزایی که طبق آمار دولت در شبانه روز حدود 5 ساعت می‌خوابن و بیش از 16 ساعت درس می‌خونن. در کره جنوبی نزدیک به 100 هزار هاگوان هست. صنعتی با حجم 20 میلیارد دلار. معلم‌های موفق عین ستاره‌های سینما و موسیقی به شهرت می‌رسن و حقوق بعضی‌هاشون از 8 میلیون دلار در سال هم بالاتر میره. کار به جایی رسیده که بعضی جامعه شناس‌های کره‌ای معتقدن این هزینه‌های سرسام‌آور داره ساختار جمعیتی کره جنوبی رو تغییر میده. Actually there are some empirical studies as well demonstrating that the cost of college preparation is very highly correlated with Korea being the one of the lowest low fertility countries in the world. It's not sort of the quantity of children anymore. It's more about the quality of children. We should have only small number of children, then we have to invest more in that small number of children. So that's why we are experiencing low and no fertility these days. این کاهش سریع نرخ رشد از بزرگترین نگرانی‌های اقتصاددانان کره‌ایه. تعداد نوزادان متولد شده در کره جنوبی از 1 میلیون در سال 1970 به 360 هزار نوزاد در سال گذشته سقوط کرده. با این همه هزینه و دردسر، پس چرا پدر و مادرای کره‌ای برای این آزمون سراسری خودشون رو با آب و آتش میزنن؟ زندگی در سئول، این شهری که پشت سر من میبینین، زندگی زیر سایه چبول هاست. کمپانی های عظیم خانوادگی مثل سامسونگ، الژی و هیوندهی که ستون فقرات اقتصاد کرن، طوری که بیش از 50% شاخص سهام کره متعلق به 5 چبول برتره. چبول ها اغلب فارغ التحصیل های 3 دانشگاه برتر کره رو استخدام میکنن، یعنی دانشگاه های سئول، کره و یانسی. مخفف اسم این ستا میشه اسکای یا همون آسمونی که رسیدن به اون آرزوی اغلب نوجوان های کره ای. 그러다 보니까 더 인정을 받고 그다음에 내가 하고 싶은 걸 하려면 더 좋은 대학에 가야 되니까 그렇게 자꾸 이제 스카이를 향해서 더 이렇게 모이는 게 아닐까요? 그게 학벌이 인생을 결정진다는 생각이 되게 많거든요. 한국 사회에서는 일단 취업이나 그런 다른 사람들 취업이나 새로운 사람들 만나게 될 때 이제 학벌로 인해서 딱 규정지어지는 In Korea, it's sort of annual exercise, newspaper articles showing how many CEOs in conglomerates and other big firms graduate from those Sky universities. Conglomerates, their role in observing the new labor force is quite limited. In that situation, I think credentialism might come into play. طرفداران سونن ولی به رتبه بالای دانش آموزهای کره‌ای در آزمون‌های بین‌المللی اشاره می‌کنند و اینکه این آزمون بچه‌ها رو به مبارزینی سخت کوش و منظم تبدیل می‌کنه.
به رغم تلاش‌های دولت برای کنترل این سونامی سالانه آموزشی، چرخ پرهیجان و پرهزینه سونن همچنان به حرکت خودش ادامه میده. و پدر و مادرها نوامبر هر سال سربازهای کوچکشون رو راهی کارزار سونن میکنن. ولی کمر این نوجوان هاست که زیر بار سنگین این همه هزینه و انتظار و آرزو خم میشه و بعضی وقت ها میشکنه. در کره جنوبی عامل شماره یک مرگ بین جوان ها و نوجوان ها نه سرطانه و نه تصادف، خودکشی. حسین شریف، سئول، بی بی سی. هر هفته همین ساعت میتونید بیننده گزارش هایی باشید که در این برنامه انتخاب شده. برنامه خبرنگاران تا یک هفته روی وبسایت ما به نشانی bbcpersian.com و همینطور روی صفحه یوتیوب bbcpersian قابل دسترسیه. تا برنامه بعد، بدرود.